به نام خدا و درود، تماشاگر آخر خط به گونه زنده با من رشاد زریر از نور هستید. نگرانی خبرنگاران از افزایش سانسور در رسانه ها، آیا آزادی بیان در افغانستان با خطر روبروست؟ آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد در کشور یکی از دستاوردهای مهم دولت و مردم افغانستان طی یک دهه گذشته پنداشته می شود. در این یک دهه خبرنگاران زیاد قربانی خشونت ها و ناامنی ها در افغانستان شدند و شمار زیادی بارها مورد خشونت قرار گرفتند. به تازگی اما نظرسنجی تازه نهاد نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از وجود سانسور در این کشور شاکی هستند. در این نظرسنجی 335 خبرنگار از 25 ولایت اشتراک داشتند. در نظرسنجی نی 72% خبرنگاران گفتند که در افغانستان سانسور وجود دارد. 14% گفتند گهگاه سانسور وجود دارد و تنها 13% وجود سانسور را رد کردند. با باور این خبرنگاران، ولایت های قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، سمنگان و قندوز از ولایت‌هایی هستند که به طور کامل در این ولایات سانسور وجود دارد. همچنان در گزارش نی آمده است که بلخ، بامیان و بغلان از ولایت‌هایی هستند که خبرنگاران گفتند در این ولایات سانسور وجود ندارد. خبرنگاران در این نظرسنجی گفتند که دولت معمولاً در خبرهای نظامی، سپس اخبار سیاسی و بعداً خبرهای عدلی و قضایی سانسور را بر رسانه‌ها اعمال می‌کند. خبرنگاران گفتند که آنها گاهی در خبرهای مربوط به جنایات حقوق بشری، اخبار نظامی و قاچاق مواد مخدر دست به خود سانسوری می‌زنند. به اساس این نظرسنجی، هشدار و ترس از مخالفان مسلح نیز سبب شده که شمار از خبرنگاران در نشر تلفات مخالفان مسلح پیروزی‌های جنگی دولت افغانستان دست به سانسور بزنند. وکاوین بس با قایان صابر فهیم، گزارشگر ارشد نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، و بشیر عاطف، سخنگوی شورای ژورنالیستان افغانستان. خیلی سپاس از حضورتان. تشکر. جناب فهیم سه، به هدف گشایش بحث اگر در یک درآمد کلی لطف بکنین بگوین که شرح این نظرسنجی چه بوده، از چه قرار است؟ بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما همکار عزیزم و تمام بینندگان و مخاطبان تلویزیون نور. تمام جزئیات و موارد که باید گفته میشد در رابطه با این نظرسنجی شما فرمودین، چیزهایی بود که ما احساس میکردیم که در افغانستان ممکن سانسور وجود داشته باشه، ممکن حلقات و یا گروه ها و یا نهادهای در افغانستان وجود داشته باشه که خبرنگارا را از گفتن حقایق منع کنه، اما به صورت درست نمیدونستیم که چگونه. ما ناگزیر شدیم بدانیم که این سانسور اصلا اول وجود داره یا نداره، بعد از اگر وجود داره بیشتر این سانسور از طرف کدام نهاد چگونه صورت میگیره و کدام اخبار و کدام گزارش ها و کدام اطلاعات سانسور میشه، بعد از ایره که بدانیم که سانسور از طرف نهادها میشه، سانسورها رو کتگوری کردیم که این سانسورها نخست از طرف چه کسی، چه گروهی، و سپس خود سانسوری هم وجود داره یا خیر. ما این تمام موارد با شاخصه های مختلف از خبرنگاران، از 335 خبرنگار در افغانستان در 25 ولایت نظرسنجی را برانداختیم و پرسشنامه ها را مطرح کردیم. اکثر خبرنگارا، 72% از خبرنگارا که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، همشان گفتند که سانسور وجود دارد به انواع مختلف، از جمله ای که نخستین سانسور و یا بزرگترین نوع سانسور از طرف خود حکومت اعمال میشه که برخلاف قانون اساسی افغانستان و برخلاف دیگر قوانین و موازین. خب به طور نمونه قانون دسترسی به اطلاعات که همین دولت وحدت ملی پاسش کرد، تصویب و بالاخره به توشه رئیس جمهور رسید. بدون شک قانون دسترسی به اطلاعات یکی از دستاوردهای مهم دولت حکومت وحدت ملی به شمار می رفت، ولی اینجا معلوم میشه که حلقات و گروه های معلوم الحال در داخل نظام حکومت خب افغانستان این هست. حلقات و گروه ها کیا هست؟ شما شاید شاهد باشین که در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی از طرف شورای امنیت ملی یک بحث بالا گرفت. بحثی بود که فرماندهان امنیت ملی را و همچنان مقامات محلی را در ولایات و همچنان سخنگویان را در ولایات و در مرکز ممنوع کرد که با خبرنگارا شما مصاحبه نکنین در موارد جنگ و صلح و در موارد
آمار تلفات و خشونت هایی که از طرف تروریست ها و احراز افغان ها صورت می گیره. ایره شما شاهد بودین که بعد از اینکه سر و صدا ها از طرف خبرنگارا و نهادهای حامی خبرنگارا بالا گرفت، شورای امنیت ملی که در رأسش مشاوریت شورای امنیت ملی آقای اتمر بعد از او باز صحبت هایشان و یا گفته ها و یا کردار هایشان اصلاح کردن و گفتن که نه نمیشد سانسور کرد، بالاخره پس نرمش در گفته هایشان وجود آمد، اما این نرمش ها تاثیر مثبت بر آزادی بیان در افغانستان نگذاشت. هنوز هم فرماندهان امنیه در ولایات از دادن اطلاعات امنیتی در با خبرنگاران خودداری میکنه، هنوز هم ولایات والی ها با خبرنگاران مصاحبه نمیکنه، هنوز هم سخنگویان در ولایات از آمار تلفات قربانیان خشونت، قربانیان جنگ با خبرنگاران صحبت نمیکنه، از مذاکره و صلح با طالبان صحبت هیچ نمیشه، هیچ خبرنگار نمیتونه دسترسی به اطلاعات داشته باشه در این مورد. شما اخیرا روزهای گذشته شاید بودین که امنیت ملی در پی افشای یکی از صفحات فیسبوکی که به نام کابل تاکسی میشد چه اقدامات فرافگنی را انجام داد؟ اونا دست به اقدامات زدن که ارگ اصلا در یک نظام دموکراتیک شایسته نبود. بله، یکی از نمونه هاش و در کل بالاخره میشه برداشت کرد که دولت سانسور را اعمال میکنه بر رسانه ها. با این بینش که رسانه ها صدای آزاد و پل بین حقایق و مردم هستند، حالا دولت در پی چی است؟ دولت با اون که میدونه که وقتی حقیقت به مردم میرسه این سودمند هست. فکر میکنین دولت چنین چیزی را نمیدونه یا هم دولت واقعا قانون اساسی و حتی دموکراسی را زیر پرسش قرار میده؟ ای که دولت و یا حکومت چقدر با قانون اساسی افغانستان و به دیگر قوانین افغانستان احترام داره، ای بر تمام مردم افغانستان و مخاطبین شما و شخص خود شما معلوم است که ما کمتر میبینیم در حکومت افغانستان کسایی را که به قانون احترام داشته باشه. اما جالبی است زمانی که حکومت وحدت ملی شکل میگیره و قانون دسترسی به اطلاعات به تصویب میرسانه، بعد از او از طرف پیش ازی شخص اول رئیس جمهور، یعنی هم رئیس اجرایی و هم رئیس جمهور، پیش از اینکه به مسند قدرت برسن، اینا تعهدای کتبی هم بر جامعه خبرنگاری سپرده بودن که اینا از آزادی بیان به شدت حمایت میکنن. اما بعد از اینکه اینا به قدرت میرسن، اینا چنان به موارد دیگه درگیر میشن که بحث آزادی بیان و بحث اشتغال زایی و بحث تطبیق قوانین در افغانستان از اینا از فراموششان میشه و به کارهای دیگه مراجعه میکنن که با استفاده از اینمی موارد افراد سودجوی مانند اتمر و دیگر افراد اشخاص دیگه که خواستن از این موقف استفاده کنن، خواستن گلوی آزادی بیان در افغانستان خفه کنن و بفشارن تا آزادی بیان در افغانستان با می وضعیت کمی و می حالت کمی که در 13 سال تانسته رشد کنه امیر هم از میان بردارن. سپاسگزارم جناب آقای عاطف. بحثی که با فهیم صاحب کردم در پایان بحثشون، جمله‌ای که برای من جالب تمام شدی بود که افراد در درون نظام حتی در سطوح بالای نظام گلون آزادی بیان را می فشارند و حتی اینجا در یک درآمد در یک عکس کوتاه اگر لطف بکنین بگوین که تکلیف دموکراسی که آزادی بیان یکی از پایه‌های محکمش هست و بالاخره تکلیف قانونی اساسی افغانستان و ای که دولت مردای وحدت ملی واقعا با چه اراده‌ای به تعهداشون دست کم در قبال رسانه ها این گونه خلاف میکنن. مهربانی، سلام خدمت شما فهیم صاحب و همچنان دوستای محترم که بیننده تلویزیون نور هستن. قبل از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم یادآوری بکنم که شورای ژورنالیست‌ها در طول یک سال گذشته چندین بار از طریق اعلامیه‌ها و نشست‌های خبری نگرانی خود را از وضعیت آزادی بیان در افغانستان ابراز کرده و همچنان از به میان آمدن سانسور آشکار و غیر آشکار بالای ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها صحبت کرده. یک موردی را که اشاره کردن دوست ما کاملا دقیق است. من می‌خوام همین تاریخچه را به گونه‌ای بسیار مختصر خدمت شما عرض بکنم. قبل از اینکه رئیس شورای امنیت افغانستان دستور صادر بکنه تا در ولایات و مرکز سخنگویای مقامات امنیتی هر کدام با خبرنگارا صحبت نکنند، بلکه تنها سخنگوی وزارت داخله باید صحبت بکنند، یک نشست سه روزه در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شده بود که هدف از اون نشست ایجاد هماهنگی بود میان سخنگویان مرکز و ولایات.
اما درونش است برخی از مسئولین ارگان‌های امنیتی از جمله سخنگوی وزارت دفاع آقای ظاهر عظیمی مسائلی را مطرح کرد که گویا در ارائه معلومات و ارقام در رابطه با تلفات نیروهای امنیتی تناقض وجود دارد بین سخنگویانی که در ولایت هستند و در مرکز هستند و او پیشنهاد کرد که باید برای جلوگیری از این تناقض یک مرجع واحدی برای ارائه معلومات وجود داشته باشد. همین مفکوره را من فکر کنم شورای امنیت افغانستان برداشت و بالاخره به یک فیصله تبدیل کرد که برای تمام سخنگویان در ولایت افغانستان دستور صادر بکند که اونا نمیتونند خودشان معلومات با رسانه ها و ژورنالیست ها شریک بسازند، بلکه تنها سخنگوی وزارت داخله که از هیچ لحاظی قابل پذیرش هم نبود، زمینی عملی شدن هم نداشت، در کنار این که به صورت مطلق سانسور بود و وضع محدودیت بود بر آزادی بیان که ما ایره در یک نشست خبری به گونه آشکار مورد نقد قرار دادیم. بعد از او یک سلسله صحبت‌های غیر رسمی آغاز شد. مقامات شورای امنیت از جمله رئیس شورای امنیت تلاش کرد با تعدادی از ژورنالیست‌ها و مسئولین نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها صحبت‌هایی داشته باشد و قسمی که فهیم صاحب اشاره کرد در او صحبت‌ها مسائلی را مطرح کردند که گویا در اینجا سوء تفاهم رخ داده بلکه دستور اصلی که صادر شده چنین نبوده. اما واقعیت امر است که از او روز تا به امروز در مرکز و به خصوص در برخی از ولایات خبرنگارای ما نمیتونن واقعا به اطلاعات دسترسی پیدا بکنن که نیاز است او را به دست برن. از او روزی سانسور وجود داره، اما یک نوع سانسور دیگه که ازی کرده خطرناک است. او است که هر دو تیم شریک در قدرت با برخی از مالکین و گرداننده های مهم رسانه ها روابط دارند و این روابط سبب این میشه که مسئولین یا مالکین رسانه ها دستور بتن یا هدایت بتن تا از به اصطلاح از آشکار کردن برخی از حقایق جلوگیری شود و یا این که خود رسانه ها و ژورنالیست ها به نفع یک تیمی و به ضرر تیمی دیگه به نحوی از آنها به تبلیغات بپردازند که من فکر میکنم این سانسور از همه کرده خطرناک در این محور تقصیر کلی از دولت نیست و حتی صاحبان رسانه هم نقش دارند. هر دو مخسر هستند، هر دو مخسر هستند. یکی استخدام میکنه به خاطر سانسور و دیگری استخدام میشه به خاطر سانسور. ببینید پیامد خیلی تلخی را که انتخابات ریاست جمهوری گذشته داشت بر رسانه های افغانستان که می را در یکی از نشست های خبری هم گفتیم همی بود که بیشتر از 90% رسانه های ما را وابسته است، چون هر دو تیم تأثیر گذاری های خاص خود را داشتن بر رسانه ها. هم ما تصور می کردیم که پس از پایان یافتن مبارزات انتخاباتی و روشن شدن سرنوشت انتخابات احتمال داره این مسئله دیگه پایان یافته باشه، مگر بدبختانه تا به حالی هم دوام داره. رسانه هایی که از یک تیم حمایت کرده بودن تا امروز از او حمایت میکنن و رسانه هایی که از تیم دیگه حمایت کرده بودن تا امروز از او حمایت میکنن. این سانسور به مراتب خطرناکتر از او سانسوری است که رئیس شورای امنیت یا مشاور شورای امنیت میخواست وضع بکنه. و مسئله سوم خود سانسوری است. ببینید خود سانسوری هم چند نکته در خود داره. هراس از موجودیت نیروهای مسلح مخالف یک مسئله، هراس از موجودیت گروه‌های مافیایی مسئله دوم، و هراس از اینکه یک ژورنالیست وظیفه خود را در یک رسانه از دست نده مسئله سوم است که خود سانسوری را ایجاد می‌کند. چون ما در این اواخر شاید اینا مرقام دارن و ما هم داریم، شاید این بوده ایم که ژورنالیست‌های بسیار زیادی بدون دلیل و بدون موجب صرف به جرم نگه داشتن بی‌طرفی خود وظایف خود را در رسانه ها از دست دادن و این خودش سبب ایجاد خود سانسوری میشه که من فکر میکنم این سانسورم به نوبه خود یکی از سانسورهایی است برای ما خیلی قابل تشویش که بازم برمیگرده به سیاست های کلی حکومت. و یک نکته دیگر هم میخواییم بگویم که ضعف یک مسئله دیگر که زیاد مهم است، ضعف حکومت سبب این شده که ژورنالیست ها خود را در برابر مخالفین مسلح و گروه های مافیایی مسئول احساس نکنند و این عدم مسئولیت ژورنالیست ها وادار می سازد تا به خود سانسوری بکنند. سپاسگزارم.
افغانستان در روند دموکراتیزه شدن در کجای کار قرار دارد و آیا با توجه به شرایط زمانی کنونی افغانستان و وضعیت رسانه ها و آزادی بیان و جنازه آزادی بیان را خواند پس از میان برنامه؟ ادامه گفتگو. جناب فهیم صاحب، در سایه گفتگوی ما با عاطف صاحب بالاخره ایره دریافتم که مقصر اصلی و محوری خود حکومت نبوده، بلکه در این تقصیر صاحبان رسانه ها و حتی رسانه ها هم نقش دارن با توجه به نمونایی که اینا زدن. بله، خیلی کوتاه‌تر اول دیدگاهتون رو در این باره داشته باشید. اما قسمی که شما گزارش سروی را مرور کردین در ابتدا، در می رسانه همه گپه که سانسور وجود داره، انواع مختلف سانسور. نخستین سانسور و یا بلندترین میزان سانسور از طرف حکومت است. به ترتیب از این در رده دوم سانسور است از طرف زورمندان محلی در مناطق مختلف افغانستان که اخبار جرایم جنایی همچنان جرایم حقوق بشری را نمیگذاره که خبرنگارا و رسانه‌ها به او دسترسی پیدا کنند و نشر کنند. در مرحله سوم خودسانسوری وجود داره که خودسانسوری برمیگرده به مو مشکلات و چالش ها و خشونت ها و آینده مبهم خبرنگارا و ژورنالیست ها و در مجموع آینده مبهم سرزمین ما افغانستان که خبرنگارا را وامی داره یا خبرنگارا را جلوگیری میکنه از نشر حقایق و از نشر و پخش معلوماتی که مورد قابل نشر است. ما گپایی که آقای عاطف فرمودن درست است. برخی از مسئولان رسانه ها و مدیران برخی از رسانه ها به شدت گرایش های با برخی از مسئولان دولتی دارن. شما شاهد بودین که دو شب پیش 23 تن از خبرنگارا و کارمندان رسانه ای افغانستان که شمارشان کامرمینا و فیلمبردارا بودن از تلویزیون های کابل، اینا هم افغانستان ترک کردن و فرار کردن و رفتن به کشورهای دیگه که پناه ببرن و مهاجرت کنن. ما ساعتای 12 شب خبر شدم که اینا فرار میکنن. با کوشش زیاد تلاش کردم، 2-3 تا از اینا رو پیدا کردم، از طریق تلفن برشون مصاحبه کردم. در مصاحبهشون اینا حرفایی را به ما گفتن که خیلی نگران کننده و خیلی تشویش آورنده بودن. از جمله ای که یکی از خبرنگارا به ما گفت که در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ولایت لوگر وظیفه داشتن که بعد میرفتن از سایت های انتخاباتی گزارش تهیه کنن و ببینن که وضعیت رایدهی چگونه است. در سایت زنانه رفتن، دیدن که هیچ زن وجود نداره. نوشته از مرکز رایدهی زنانه، اما هیچ زن وجود نداره. کامره را در یک کارت زدم، داخل رفتم، دیدم که 4 مرد 6 تا همین کتابچه اوراق رایدهی است. یکیش تاپه میکنه، دیگهش به نفع اشرف غنی تیک مارک کرده میره و دیگهش کولا لکه در صندوق انداخته میره. من یه فیلم گرفتم، وقتی که اونا متوجه شدن یه دفعه خیستن و بالای ما دویدن، ما فرار کردیم. بعد از تلفن کرد ماجل در موتر شیشتیم که فرار کردیم. از پشت ما یک موتر سراچه آمد، فایر کرد سر ما، ما با بسیار مشکل گریختیم و رفتیم در اتاق والی پنهان شدیم. در اتاق والی هم که پنهان شدیم، ما را گفت که شما شو نرین باشین اینجا. ما میگه اعتماد نکردیم بالای والی. حتی 3 ساعت بعد 2 ساعت بعد از دفتر والی هم اینا برآمدن و آمدن رای کابل شدن. در مسیر رای کابل باز هم اینا مورد خشونت قرار گرفتن، مورد سوی قصد قرار گرفتن، اما بالاخره اینا زنده و سلامت به کابل رسیدن و بسیار خوشحال بودن که ما یک سند بسیار خوب پیدا کردیم. این را بردن وقتی که در رسانه گفتن، اینا انتظار داشتن که مدیرشان یا مدیر رسانهشان یا مدیر مسئولشان از اینا بسیار ستایش کنه و اینا رو تقدیر کنه که شما بهترین کار کردین، شما جانبازی کردین، رفتن و این سند خیانت و یا سند تقلب را گرفتین و آوردین که ما نشر کنیم بر رسانه خود. اما خلاف انتظار مدیر رسانه اینا را تهدید کرد و میگه که شما کسیت از پیشان گرفت که شما برای کسی دیگه نتینی را، شما نمیفهمین که وضعیت چگونه است، شما نباید این رقم موارد نشر کنین. اینا را تهدید کرد و بالاخره اینا مجبور شدن که تا امروز خاموش بودن و اینا زمانی که افغانستان ترک کردن این موضوع را برای ما گفتن که این را به شما گفت. با این حال ما مسیر دموکراتیک شدن را به طرف عقبگرد طی میکنیم و از طرف هم باید قسمی که ما پیشتر گفتم جنازه آزادی بیان را خواند. ما باور ندارم که و اصلا آماده از این نیستیم که جنازه آزادی بیان بخوانیم، چون آزادی بیان را ما مفت و رایگان به دست نیاوردیم. 13 سال گذشته ما 50 خبرنگار شهید دادیم. خب این همه قربانی، این همه
تلاش و تپش و پویش رسانه ها و بالاخره تا حال هم دولت هم زورمندان و هم صاحبان و مسئولان رسانه ها در کل میشه گفت خود رسانه ها با این وضعیت روبروستن. بینن ما آزادی بیان را دیگه از چی نشانی آرزو ما خبرنگارا زاده شدیم و آماده شدیم و قلم گرفتیم و مایک گرفتیم به خاطر مبارزه. ما باید مبارزه کنیم و باید قربانی بتیم تا که آزادی بیان در افغانستان نهادی نکنیم. به جز از این راه دیگه نداریم. شما میبینید، شما میبینید با چه راهکاری که ما بتونیم حمایت دولت را بکنیم، ما بتونیم دیگرگونی در افکار و برخوردا و کنش های صاحبان رسانه ها را هم داشته باشیم و در کل بتونیم که بدون شک ایران را بدون شک خیلی خیلی مشکل است و خیلی چالش زا است و خیلی هم خطرناک است. از یک طرف حکومت دشمن ماست، از طرف دیگه تروریست ها هراس افغان ها دشمن ماست، از طرف دیگه زورمندان محلی دشمن ماست، از طرف دیگه قاچاق برا و مافیا دشمن ماست، از طرف دیگه افراد و وزرا و وکلایی که فساد میکنن و قانون شکنی میکنن و دارایی های عامه را دزدی و غارت میکنن، اینا دشمن ما هستند. از طرف دیگه برخی از مسئولان دولتی، مسئولان رسانه های ما که با برخی از مسئولان دولتی در توانی هستند و معامله کردن، اینا دشمن ما هستند. بالاخره خبرنگار این خبرنگار در یک مضیقی بسیار خطرناک قرار گرفته و بجز از مبارزه و بجز از قربانی و بجز از جانفشانی دیگر کار بر ما نمانده. ما ناگزیر هستیم به خاطر حفظ آزادی بیان و به خاطر حفظ ارزش بشری قربانی بتیم و مبارزه کنیم. خب پرسش کدوم این محور اگر داشته باشم، اگر مسئول رسانه در ارتباط با یکی از سران دولت یا یکی از مسئولان دولتی باشه و اینجا هم مسئول رسانه بالای خبرنگار فشار وارد بکنه تا سانسور ایجاد بکنه، اینجا خبرنگار هم که ناگزیر است وضعیت اقتصادی کشور و بیکاری که اوضاع به شما معلوم است، با این حال خبرنگار هم ناگزیر باشه و اینجا دو گزینه پیش میمونه که یکی هم نانش هست و یکی هم وظیفش. با این حال به نظرتان راه حل و راهکار چیست از این منجلاب بد؟ راه حل و بهترین راه حل یا مناسبترین راه حل که فعلا در نظر ما میای یا در باور ما میای ای است که ما خبرنگارای افغانستان متحد شویم و هر گونه وابستگی های قومی، لسانی و مذهبی را کنار گذاشته در محور ارزش آزادی بیان گرد بیاییم و از حکومت افغانستان خواستن فعلا ناممکن است و بر ما یک چیز مشت یا مشت به هوا کوبیدن است. ما ناگزیر هستیم از جامعه جهانی کمک بخواهیم، یاری بخواهیم و ما ناگزیر هستیم با فشار وارد کردن از طریق سازمان ملل، از طریق نهادهای حامی بین المللی رسانه ها و حقوق بشری در افغانستان و در جهان و از طریق کشورها و نهادهایی که افغانستان تمویل میکنن و حمایت میکنن، از این طریق ما فشار وارد کنیم بالای حکومت افغانستان تا حکومت افغانستان ناگزیر شود با اونمو تعهداتی که نسبت به آزادی بیان و نسبت به مردم افغانستان و نسبت به جامعه جهانی سپرده اونمو را عملی کنه و در این راستا ما قربانی نیاز داریم که باید بتیم. ما ناگزیر هستیم مبارزه کنیم و به جز از این راه دیگه نداریم. ما تسلیم شدنی نیستیم. هرگاه شما بابایی باور باشین که 23 خبرنگار یا 20 خبرنگار افغانستان را ترک کرد و دیگرش هم با فشار وارد کردن اینا را هم به خاطر در مضیقه بد قرار دادن اینا در مشکلات اقتصادی و موضوعات امنیتی خبرنگارا فرار خواهند کرد و این ارزش گرانبها را ترک خواهند کرد. این منتفی است. خبرنگارای متحد هنوز هم وجود داره، شماره زیادشان هنوز هم تعهد دارن نسبت به این ارزش و مبارزه میکنن. سپاسگزارم. آقای عاطف، به نظرتان واقعا این راهکار صلاح مناسبی است؟ به نظرتان این بسنده است که اتحاد رسانه ها و تعهد خبرنگارا و بالاخره بدون حمایه دولت خواستن کمک و حمایه جامعه جهانی این بسنده باشه برای بازسازی اینمی وضعیت اگر یک نگاه جدی به اوضاع داشته باشه؟ خب قبل از این باید به یک نکته دیگه بپردازیم که به عقیده ما خط درشت سیاست حکومت محدود کردن آزادی بیان نیست، باور ما ایست و ما به این باورم هستم که نه شخص رئیس جمهور و نه هم شخص رئیس اجراییه میخواین آزادی بیان محدود شود، اما در اطراف از اینا چهره هایی هستن که واقعا دشمن آزادی بیان هستن، چهره هایی هستن که اصلا اعتقادی به آزادی بیان ندارن. من نام نمیگیرم، مگر برای شما به سادگی میگم تصور بکنین
در رأس ارگان‌های امنیتی ما اکثر هم کسانی هستند که در دوران حاکمیت شوروی بر سر اقتدار بودند و در او دوران که اعتقادی به آزادی بیان وجود نداشت. اینا تا به حال خود را عیار نساختن به ارزش‌های جدید. بین پیش بیننده هم پرسش خلق نشه و نام بگیرین. وزیر داخلیتان از دوران حاکمیت شوروی هاست. با آزادی بیان ارزش نمیگذارد. رئیس شورای امنیتتان از دوران حاکمیت شوروی هاست و همی سرپرست وزارت دفاعیتان هم از القی هست. در داخل امنیت ملی هم اگر رئیسش نیست از او پایین تر اکثریتش هست. خب. اینا باید... اینا کسایی هستن که به آزادی بیان ارزش قائل نیستن. اصلا اینا در یک مکتب یک عمر سفری کرده و یک مدتی را میخواد که باید به این ارزش ها آشنا شوند و این وظیفه هر دو رهبر است که باید اینا را کنترل بکنه و آشنا بسازه با این ارزش ها. به این خاطر من میگم که محدود کردن آزادی بیان خطوط شامل خطوط اساسی سیاست دولت نیست، بلکه این چهره ها هستن. یک مسئله. مسئله دوم هم که میخوایم به ادامه حرفای فهیم صاحب بگویم و که به ارگانهای امنیتی و به گروپهای مافیایی میگم که با بندی کردن و تهدید و تخفیف ژورنالیست ها تخفیفشان نمیتونن آزادی بیان در افغانستان محدود بسازن و به طالبا و گروه های دیگه هم میخوایم بگویم از آدرس ژورنالیست های افغانستان که با کشتن یک، دو، ده و پنجاه ژورنالیست نه فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان محدود میشه، نه آزادی بیان و نه هم روحیه اطلاع رسانی در افغانستان تضعیف میشه. خب دولت به هیچ صورت امکان پذیر نیست. خب دولت مردا دولت مردا که مسئولیت برمیگرده به اونا، باید گفتین که خودشان ارزش میگذارن و خط درشتشان یعنی مقابله با دموکراسی و آزادی بیان نیست. با این حال دولت مردم مسئولیتشان ای است که افرادی که در اطرافشان هست را کنترل و مهار بکنن. در تمام چالش های عمده ای که در طول کمتر از یک سال عمر حکومت وحدت ملی مطرح شده، بزرگترین چالش همین ستون پنجمی ها بودن و همیشه در بحث ها مطرح شده که حلقاتی به دور حکومت است و بالاخره اینا طی یک سال تمام چالش ها ادامه پیدا کرد و که دولت که نمیتونه تمام بالاخره شما که نام بردین وزرا و اینا را به جرمی بعضی خلاهاشان از دورش برداره، با این حال وضعیت ادامه پیدا میکنه. من میخوام پرسش ما مشخصا در بیابم که جدا از طرحی که آقای فهم کردن، شما به نظرتان چه راهکار و چه استراتژی راه بردی مشخصی برای جلوگیری اینمی وضعیت دست کم در یک سال دو سال آینده هست؟ خب یک کاری که ژورنالیست ها میتونن بکنن، من فکر میکنم اهمیت آزادی بیان، اهمیت کار رسانه ای را حالی در طول 14 سال گذشته تمام ملت افغانستان درک میکنن و ملت افغانستان بدون شک جانبدار این پروسه است، جانبدار آزادی بیان است، جانبدار آزادی رسانه ها و آزادی ژورنالیست ها است. کسب حمایت مردمی خودش یک وسیله فشار است بالای حکومت. حلقات که در داخل زیر عنوان جامعه مدنی فعالیت میکنند، چه ارگان هایی که به نام جامعه مدنی فعالیت میکنند و چه احزاب سیاسی، اینا هم حلقه دوم فشار بوده میتونند اگر ژورنالیست ها متحدن و متفقن اونا را به خودم نظر بسازن. علاقی سیوم همو مسئله بود که دوست ما مطرح کردن، جامعه جهانی خودش یک وسیله عمده فشار است، چون دستاوردهای حکومت افغانستان بخصوص بزرگترین دستاوردش که آزادی بیان است تنها به حکومت افغانستان بر نمیگردد. جامعه جهانی در 14 سال اینجا حضور داشته، فعالیت داشته و این دستاورد به اونا هم برمیگرده. اگر این دستاورد به چالش روبرو میشه، یک دستاورد بزرگ جامعه جهانی هم است بین دفتر. بنان اونا مکلفیت دارن که از آزادی بیان در افغانستان حمایت بکنن و وظیفه ژورنالیست ها همی است که حداقل واقعیت ها را به اونا برسانن. این خودش میتونه خیلی موثر باشه. یک نکته دیگر که من میخوام عرض بکنم این که اصلاح در قوانین یک قدم بسیار مهم است که باید برداشته شود. از قانون حق دسترسی به اطلاعات یادآوری شد، شاید ناقصترین قانونی است که در طول 14 سال گذشته با تأسف توشیح شد از جانب رئیس جمهور. در این قانون شما بخوانید، برای کسایی که اطلاعات در اختیار رسانه ها و خبرنگاران نمیگذارن هیچ نوع مجازاتی پیش بینی نشد. بنان قانون نیست، یک دستورنامه اخلاقی است و قبل از این که قانون به توشیح برسه ما می عرایز خود را داشتیم در جلسه ای که در اداره امور بود، امی عرایز کردیم که این قانون نواقص زیادی داره، از جمله این مسئله که از چارچوب قانون بودنش میکشه، با یک دستور اخلاقی تبدیل میکنه
وعده شد از جانب ببخشید وعده شد از جانب دوستایی که در اطراف رئیس جمهور هستند که دوباره تا یک فرمانی قانون به بررسی گرفته میشه که تا حال نشده. بر مبنای این قانون هیچ کسی نمیتونه مؤاخذه شود به جرمی که چرا اطلاعات به دسترس خبرنگارا و مردم قرار نمیده. خیلی سپاس، ممنونتان. در روشنایی راهکارهایی که در بحث پیشنهاد شد، واقعا دورنمای آینده دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان چه خواهد باشد؟ دست کم در یک یا دو سال آینده ما چه چشماندازی میتونیم داشته باشیم و چه انتظاری با توجه به توانایی و ظرفیت و عملکرد دولت طی این مدت انتظارمان از دولت و آینده این وضعیت چه خواهد باشد؟ پس از میان برنامه بحث میکنیم. ادامه گفتگو. جناب فهیم صاحب، حالا بین بگین در سایه همین بحثی که پیشتر کردیم و راهکار پیشنهادی شما دو بزرگوار، واقعا آینده دموکراسی به ویژه آزادی بیان و وضعیت رسانه ها را چگونه میبینین؟ به نظرتان دگرگون خواهد شد؟ این راهکار راهکار صلاح و مفید خواهد بود و براه خواهد افتید؟ انتظارتان از آینده ای وضعیت چی است؟ مردم افغانستان تصمیم خود گرفتن جناب، چون طعم شیرین آزادی بیان مردم افغانستان چشیدن و هیچگاه از ارزش بشری و ارزش خوب بشری تیر شدنی نیست. مردم افغانستان، مردم افغانستان اکنون دانستن که آزادی بیان یعنی چی و چه مفید و چه تا چه اندازه برشان میتونه مفید واقع شه، ایرا درک کردن مردم افغانستان. ایرا حال 1000 یا 2000 خبرنگار که در افغانستان است حافظ آزادی بیان در افغانستان نیست. حدود کل افغانستان اگر نباشد نصف مردم افغانستان فعلا حافظ ای ارزش است و ای ارزش بشری را حفاظت میکنند و نمیگذارند که ای افراد یا چند تنی که در حکومت افغانستان است و یا چند تنی که در او طرف خط قرار دارند و در حراس افغانی اینا مصروف هستند، اینا نمیتونند که ای ارزش ما را از پیش ما بگیرن و نمیتونن که را به زودی از پس از دست ما ببرن. اینمی راهکارهایی که پیشنهاد شد با راهکارهای دیگه که دوستای دیگه که مطرح کردن، اگر تلاش صورت بگیرن ما میتونیم آزادی بیان در افغانستان دوباره سامان ببخشیم، ما میتونیم دوباره از آزادی بیان به صورت درست سود ببریم و از آزادی بیان میتونه افغانستان را از پردگاه نجات بده و از سقوط نجات بده. ما باور ما به این است که اگر آزادی بیان در افغانستان وجود نداشته باشه ما نمیتونیم از کارکرد نادرست و از کارکرد بد مسئولان دولتی به مردم افغانستان اطلاع بدیم و مردم افغانستان از کارکردهای درست و یا نادرست مسئولان دولتی آگاهی پیدا نمیکنن و در یک خلای آگاهی قرار میگیرن و این خلای معلوماتی و خلای اطلاعاتی میتونه زمینه و یا وضعیت شایع پراگانی رو در داخل جامعه رونق ببخشه و این شایع میتونه حکومت از بیخ و بنیاد بکنه و دور بندازه. حکومت افغانستان و مسئولان دولتی افغانستان باید این موضوع رو درک کنن که هرگاه آزادی بیان و یا گردش اطلاعات از مسیرش برمیگرده یا منحرف میشه، بازار شایع پراگانی در افغانستان و یا در جامعه رونق پیدا میکنه و این شایع پراگانی میتونه زیانهای بسیار شدید را هم بر پیکر دولت افغانستان و هم در مجموع در کل مردم افغانستان. خب اگر ما در پی راه حلیم و یک چی انتظاری از آینده داشته باشیم، راهکاری را که شما پیشنهاد کردین مشخصا اتحاد خبرنگارا و در کل رسانه ها جلب حمایه جامعه جهانی و جلب حمایه دولت در کل که فشار بالای دولت وارد شود. حالا یک نگرش کلی و واقع بینانه به وضعیت داشته باشین با توجه به یک ریشه بحثی که با عاطف سب کردم که اینا نام بردن که در سطوح بالای دولت افراد وجود دارن، با توجه به این وضعیت فکر میکنین واقعا این راهکار قابل اجرایی و قابل تطبیق است؟ به نظرتان واقعا حالا اتحاد خبرنگار اگر بالا یکی از محوراش بیم، به نظرتان خبرنگار با توجه به وضعیتش با توجه به بیکاریش و اینا میتونه که در مقابل مدیر مسئول هنوم و رسانه ای که این کارمندش هست استاد شوه یا در مقابل دولت استاد شوه یا چطور و جلب حمایه جامعه جهانی را در تقابل با ای که دولت حمایه کلی نکنه؟ شما اگر به صورت درست اگر نگاه کنین ببینین که مدیر مسئول یا مدیر رسانه چگونه اخبار و یا گزارش تهیه میکنه،
آیا خود مدیر مسئول میره یا مدیر رسانه صاحب امتیاز رسانه میره گزارش تهیه میکنه و تلویزیون و یا رسانه را پیش میبره یا خبرنگار است؟ هرگاه خبرنگار به این واقعیت پی ببره که ما هستیم که رسانه است، ما هستیم که تلویزیون است، دو صورت میتونیم همه این وضعیت تغییر بدیم. خبرنگار میتونه بس دیگه ای کس که حال زمان سنتی باقی نماند. یک زمانی بود که تنها تلویزیون و رادیو و یعنی رسانه چاپی وجود داشت که هرگاه رسانه را یا مدیر رسانه از دستش میگرفت و میگفت که شما خارج شوین و خبرنگار بیچاره هیچ جای دیگه به خاطر نشر و وقایع و نشر گزارشاتشان نداشتن. امروز خوشبختانه ما رسانه های اجتماعی را در افغانستان به صورت گستردش داریم. خبرنگار میتونن از طریق رسانه های اجتماعی که هر شهروند افغانستان فعلا خودش صاحب رسانه است و خودش خبرنگار است، از این طریق هم میتونند که به نشر و پخش حقایق و معلوماتی که مردم افغانستان منتظرش هستند و نیاز دارند و از این طریق هم بپرند. دست کم از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی همین رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی در کل کارهای فعالیت داشتن، ولی ما که دیدیم نظرسنجی شما نتیجه یک سال عمر حکومت وحدت ملی و کارش و بالاخره آزادی بیان تا اینجای کار رسید. با این حال ادامه این وضعیت به نظرتان بسنده هست؟ سانسور آنگونه که اعمال میشه از طریق رسانه های سنتی مانند تلویزیون ها، رسانه های چاپی و رادیوها بیشتر اعمال میشه و بس سانسور های دولتی در این طیف از رسانه ها قابل بحث است. اما در رسانه های اجتماعی که هر شهروند خودش رسانه داره و خودش خبرنگار است، در این مورد باز حکومت افغانستان نمیتونه که بالای از او اشراف داشته باشه و بالای از او قانونیت داشته باشه. خب تقصیر شما در اول بحث مطرح کردین نمونه شما میتونه باشه که دولت اشراف داشته برای فیسبوک. دیدین که کارگر واقع نشد، دیدین که عقب نشینی کرد، مشاور شورای امنیت ملی با تمام اونم اشتباهاتی که کرد خواست و تلاش کرد که آزادی بیان از طریق رسانه‌های اجتماعی هم صدمه وارد کنه، اما نتونست. شما دیدین که ناکام شد و دوباره برگشت و کابل تاکسی اگر یکی بود و 1000 بازدید کننده داشت، پس از فشارهایی که از طرف مشاور امنیت ملی برای کابل تاکسی و رسانه‌های اجتماعی بالا شد، میزان لایک کننده ها و پسند کننده های این رسانه اجتماعی به هزاران بالا رفت و امروز شما بجای یک کابل تاکسی ده ها کابل تاکسی در افغانستان در رسانه اجتماعی فیسبوک دارین. میشه گفت که با اعمال فشار بالای رسانه های اجتماعی و بالای شهروندای افغانستان نه تنها که نا میتونن موفق شن، بلکه حساسیت ها را بیشتر می سازن و این حساسیت ها سبب از این میشه که مردم بیشتر با افشای هویت از یا با افشای قانون شکنی های از یا با افشای ظلم و تعدی از اینا بپردازن و خب بیشتر نا. یکی از گام هایی را که دولت میتونه در قبال برداشتن سانسور یا کاستن و فروکش ساختن سانسور برداره، تطبیق و اجرایی قانون دسترسی به اطلاعات است. حالا اگر خیلی درنگ کوتاه داشته باشین، چون در پایان برنامه هستیم، که عاطف صاحب اشاره کردن گفتن که این قانون هم که در خور خلا است، این قانون هم که مشکلات زیادی خود داره. خیلی کوتاه، بدون شک حتی این قانون اساسی افغانستان هم مشکل داره و خطا داره و در موارد زیادی هم با هم در تکر است. شما ماده اول دوم و سوم تا ماده پنج و شش ببینید، بسیار زیاد پارادوکس وجود داره و یک قانون ماده قانون اساسی ماده دیگر را نقض میکنه و ماده دیگر در تضادش موقع میشه. ما به این باور هستیم که هیچ قانون در افغانستان و در حتی در سراسر دنیا کامل نیست و با گذشت زمان و با مرور زمان قانون میتونه که جامع و کامل شود و قانون دسترسی، حق دسترسی به اطلاعات افغانستان هم خالی از این مشکلات نیست و ما دفتر نای حمایت کننده رسانه افغانستان به این باور است که یک بار باروی کار شدن این قانون دسترسی به اطلاعات که از نبود هیچ قانون کرده، بهتر بود که این قانون که هم جامع نیست و هم مانع نیست یک بار روی کار بفته، بعد از او در جریان کار یک سال یا دو سالی که ما ببینیم که چه مشکلات و نواقص دیگه هم داره، این مشکلات و نواقص نوت کرده دوباره برای جمهور و یا از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ پیشنهاد کنیم که این قانون تعدیل شود.
ولی و در تعدیل وضعیت قانون اگر اجرایی شوه بسند است ما زمانی که تعدیل شوه ما باور ما به این است که این قانون دسترسی به اطلاعات اگر در همین شرایط کنونی هم است که جامع نیست، مانع نیست و کامل هم نیست، اگر همین هم تطبیق شود ما این مشکلات را که امروز داریم حداقل این مشکلات را نمی‌داشتیم. جناب آقای عاطف، حالا بین بگوین که چشم انداز شما واقعا با توجه به این وضعیت از آینده چی است و ای که قانون شما مطرح کردن خلا داره، آقای فهیم به این باور هستن که میشه که دست کم گام برداره برای اجرایی و تطبیق قانون تا زمانی که وضعیت دگرگون شوه و به مرور زمان تعدیل در قانون بیا و خلاهاش پر شوه؟ چی هستید که؟ خب در این شکل نیست که اگر در شرایط موجود قانون پیاده شود میتونه برخی از مشکلات برداره، مگر اعتراض ما در جای دیگه است. قانون مشکلی را داره که جلب عملی شدنش میگیره. قانون شما میفهمین الزامیت داره. تفاوتی که بین قانون و دساتیر اخلاقی است امیست که قانون الزامیت داره و هر کسی از قانون از دایره قانون پا فراتر میکشه مجازات میشه. بدبختانه این قانون این خصوصیت در خود نداره. به این خاطر خود این قانون زمینی عملی شدن خود محدود میسازه. اعتراض ما از این ناحیه است، ورنه اگر عملی شوه بدون شک خب این قانون عملی نمیشه. بله، زمینی برای عملی شدن نداره مگر اینکه اخلاقا کسی بری قانون احترام و التزام بگذارد. حالا به این انتظار نگرش به آینده تان نسبت به وضعیت؟ من خیلی ها بدبین نیستم در رابطه با آزادی بیان. بدبین نیستم چون آزادی بیان در افغانستان ریشه دار شده. تمام مردم افغانستان به مزایای آزادی بیان پی بردن. ما خبرنگارا و ژورنالیست هایی داشتیم که جانهای خود در راه آزادی بیان فدا کردن و آلی هم داریم ژورنالیست هایی که حاضر هستن جان خود را بدن اما از آزادی بیان حمایت بکنن و بدون شک مردم افغانستان از ژورنالیست ها و این روند در کل حمایت میکنن. جامعه جهانی یکسره روگردان نیست از آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان. مشکلاتی که در حکومت وجود دارد، چهره هایی که وجود دارند و گروپ های مافیایی که وجود دارند، عدم آگاهی کامل حقوقی که در رابطه با آزادی بیان وجود دارد، این مشکلاتی است که بدون شک ما با او دست و گریبان هستیم و ما باور ندارم که این مشکلات بتونه گلوی آزادی بیان واقعا خفه بکنه. ناامید نیستم، اما ژورنالیست ها را به پیگیری، به پشتکار، به استقامت و به وحدت فرا میخوانم. و یک نکته دیگر هم در اخیر میخوام عرض کنم که کسانی که بر حریک قدرت تکیه زدن اونا بدانن که به قدرت رسیدنشان محصول آزادی بیان است در افغانستان و کسانی که مخالفین مسلح دولت افغانستان هستند اونا بدانند که اگر امروز صدایی دارن از برکت آزادی بیان در افغانستان دارن. بنان اینا نباید در برابر ژورنالیست ها و آزادی بیان قرار بگیرن. خیلی سپاس، ممنون. سپاس از حضور سودمند آقایان بشیر عاطف سخنگوی شورای ژورنالیستان افغانستان و صابر فهیم گزارشگر ارشد دیدبان رسانه های آزاد افغانستان و یک جان سپاس امتنان از شما که تا حال پای برنامه آخر خط نشسته بودید. تا برنامه دیگر شاد، پویا و پاینده باشید. بدرود. تشکر زیاد.